سرخط خبرها. انفجار در مرکز شهر کلن. بازرسان سرنخ‌های جدیدی از عاملان جنایت جمع‌آوری کردند. و رئیس حزب سبزها در آلمان: اپوزیسیون نمی‌تواند همه افغان‌ها و سوریایی‌ها را نامطلوب بداند. سلام همراهان همیشگی کانال تلویزیون اینترنتی افغانستان، به سرویس خبری امروز 20 سپتامبر خوش آمدید. لطفاً این ویدیو را لایک کنید، همچنین کانال خودتان را سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله را فشار دهید تا از تازه‌های آلمان و جهان با خبر باشید. مشروع اخبار. انفجار در مرکز شهر کلن. بازرسان سرنخ‌های جدیدی از عامل جنایت جمع‌آوری کردند. انفجار در مرکز شهر کلن در صبح روز چهارشنبه رخ داد. همچنین یک کیسه پر از مواد آتشزا روز دوشنبه در محوطه ورودی یکی از باشگاه‌های کلن نزدیک به محل جنایت روشن شده است. در ساعت اولیه صبح اهالی با انفجار از خواب بیدار شدند. یک مغازه ویران شد. پلیس از اسکنرهای سه‌بعدی و یک سگ مواد منفجره‌یاب برای کشف این جنایت استفاده کرد. تصاویر دوربین مداربسته شخصی را نشان می‌دهد که یک کیسه آبی رنگ را جلوی ویترین یک باشگاه گذاشته و آن را روشن کرده است. به نظر می‌رسد که او مواد آتشزا را روشن کرده است. بازرسان در حال حاضر در مورد اینکه آیا این حوادث با باند بدنام هالندی مواد مخدر ماکرو مافیا ارتباط دارند چیزی نگفتند، اما انفجارهای مکرر از ماه جولای در نوردراین وستفالن، در دویسبورگ و انگلیس کریشن و همچنین در کلن رخ داده است که به این باند ارتباط داشتند. حدود 25 پرونده روی میز بازپرس است. آنها مشکوک به اختلافات بین باندهای مواد مخدر هستند. ماکرو مافیا یک باند مواد مخدر از هلند ظاهراً عامل این درگیری هاست و در چند ماه اخیر یک آدم ربایی وحشیانه در کلن را نیز توسط این باند شاهد بودیم. پلیس هنوز درباره ارتباط انفجارهای این هفته و همچنین از اینکه این کار مافیای ماکرو باشد اظهار نظری نکرده است. رئیس حزب سبزها در آلمان: اپوزیسیون نمیتواند همه افغانها و سوریاییها را نامطلوب بداند. امید نوریپور از اینکه اپوزیسیون با خواسته هایش همه پناهجویان افغان و سوریایی را نامطلوب جلوه می دهد انتقاد کرد و گفت که لحن آنها فضای عمومی را در جامعه مسموم می کند. نوریپور روز پنجشنبه به روزنامه های گروه رسانه‌ای فونکه گفت: احزاب و گروه های دموکراتیک با لحنی صحبت می کنند که مرا به یاد برخی پلاکارت های احزاب راست افراطی از سالهای 1990 می اندازد. آنها می گویند که همه افغان ها، همه سوریایی ها بیرون شوند. او افزود که این درست است. من از همه احزاب دموکراتیک می خواهم که راه اعتدال و میانه روی را در پیش بگیرند. این سیاستمدار حزب سبز هم به خصوص از اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان CDU و درخواست رهبران انتقاد کرد که گفته بود آوارگان و همچنین پناهجویان باید به صورت گسترده در مرزها رد شوند. نوریپور با اشاره به شکست گفتگوها راجع به مهاجرت که بین حکومت آلمان فدرال، ایالات و جناح اتحادیه برگزار شده بود گفت: ما هنوز هم آماده هستیم راجع به پیشنهادهای عاقلانه اتحادیه گفتگو کنیم، اما متاسفانه تا کنون چنین پیشنهادی به ما ارائه نشده است. نوریپور افزود که از این نگران است که اتحادیه به عنوان حزب بزرگ مردمی قدرت تفکیک بین افراد درستکار و شدیداً مورد نیاز در بخش‌های احداث ساختمان، مراقبت‌های ویژه در شفاخانه‌ها و یا در دفترهای انجینری و اشخاصی را که مرتکب جرم سنگین می‌شوند و باید از اینجا اخراج شوند از دست داده باشد. نوریپور در ادامه گفت: وقتی که فریدریش مرتز رهبر CDU همه سوریایی و افغانها را افراد نامطلوب معرفی می کند، فضا در جامعه مسموم می شود. این سیاستمدار آلمانی ایرانی تبار افزود که اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان چگونه می تواند بگوید که حکومت باید با مقامهای افغان راجع به اخراج وارد مذاکره شود. او گفت: در افغانستان حکومتی وجود ندارد. طالبان قدرت را به دست گرفتند. آیا CDU می خواهد که ما با یک سازمان تروریستی مذاکره کنیم؟ در این صورت با افراطگرایی اسلامی کمک می کنیم و با آن مبارزه نمی کنیم.
فریدریش مرس، نامزد اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان، برای مقام صدر اعظمی در انتخابات پارلمانی سال آینده خواهد بود. در انتخابات پارلمانی گذشته، اختلاف دو حزب بر سر نامزد مشترک ضربه سنگینی به آنها زد. انتخابات پارلمانی سال آینده در آلمان از اکنون موضوع بحث رسانه‌ها در این کشور است. در همین رابطه روز سه‌شنبه 17 سپتامبر فریدریش مرس، رهبر حزب دموکرات مسیحی، و مارکوس سودر، رهبر حزب سوسیال مسیحی، در یک نشست رسانه‌ای مشترک در برلین اعلام کردند که مرس نامزد اتحادیه این دو حزب برای مقام صدر اعظمی خواهد بود. زودر در این نشست از نامزدی مرس ابراز رضایت کرد. او گفت مرس را به عنوان نامزد مشترک اتحادیه برای انتخابات 2025 میپذیرد و از او حمایت کامل خواهد کرد. اهمیت توافق دو حزب بر سر نامزد مشترک و حمایت آنها از یکدیگر به این دلیل است که در انتخابات پارلمانی گذشته اختلاف در اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بر سر نامزد تعیین شده یکی از دلایل شکست آنها در انتخابات 2021 محسوب شد. در آن زمان بین زودر از حزب سوسیال مسیحی و آرمین لاشت، رئیس وقت حزب دموکرات مسیحی و نامزد آن برای صدر اعظمی، جنگ قدرتی شدیدی وجود داشت که در نهایت لاشت برنده این رقابت شد. با این حال زودر بارها و بارها فضای کارزار انتخاباتی را با طعنه‌های سنگین علیه لاشت همراهی کرد. در نهایت نیز اتحادیه دو حزب در انتخابات 2021 شکست خورد و حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولز به پیروزی رسید. این بار اما هر دو رهبر محافظه‌کار تأکید کردند که آنچه در آستانه انتخابات پارلمانی گذشته اتفاق افتاد نباید تکرار شود. نگرانی از پیروزی راست افراطی. پس از انتخابات ایالتی در ایالت‌های زاکسین و تورینگن در اول سپتامبر سال جاری میلادی که در آن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان آرای بالایی آورد، نگرانی‌ها از قدرت گرفتن این نیرو در انتخابات پارلمانی آینده آلمان افزایش یافت. برخی علت پیروزی این حزب را شکست سیاست‌های دولت ائتلافی فعلی می‌دانند. مارکوس سودر چندین بار بر اهمیت وحدت در اتحادیه برای یک کارزار انتخاباتی موفق تاکید کرد و گفت هدف مشترک دو حزب جایگزینی دولتی به جای دولت فعلی و بازگرداندن آلمان به مسیر اصلی است. انتخابات پارلمانی آلمان روز 28 سپتامبر 2025 برگزار می شود. سودر در رابطه با این انتخابات گفت که این ممکن است آخرین فرصت برای بازگرداندن امید به مردم باشد. زودر به مسئله مهاجران که تمرکز حزب آلترناتیو برای آلمان روی آن است اشاره کرد و گفت که مسئله مهاجران همچنان یک مشکل بزرگ است، اما او می‌خواهد که موضوع مبارزه انتخاباتی روی سیاست اقتصادی تمرکز یابد، زیرا وضعیت اقتصادی آلمان مخاطره‌آمیز است. از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید جهانی سپاس.